شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. تولدتون رو هم تبریک میگم. من یه سوال داشتم در مورد شرایط تحصیلی که الان برام پیش اومده، یعنی مشکلی برام پیش اومده. من رادیوگرافی میخونم، از اروپا تماس میگیرم، 32 سالمه، ازدواج کردم. نفهمیدم چی میخونید عزیز؟ رادیوگرافی میخونم، میشه همون رادیولوژی فکر میکنم تو ایران. آخه پزشکید یا نیستید شما؟ نه پزشک نیستیم، من فقط عکس میگیرم. خب آخه ببینید عزیز، یه داستان پزشکیست و خوندن اونهاست. یه دوره چه مدتی آره، آره، داره؟ آره. دوره 3 ساله هست، ولی کاملا درسایی که میخونیم عملا مثلا تمام جزئیات، بعضی از استادا کاملا استادای پزشکی هستن، مثلا درسایی که میخونی پزشکی هستن. آره خب معلومه، آناتومی و فیزیولوژی و این چیزا. آره خب معلومه. شما چه مدتی اروپا هستید عزیز؟ من 2014 اومدم اروپا، ایران به دنیا اومدم، افغان هستم الان. هم بگیم خب حالا داستان چیه؟ اولی که اومدم خب زبان خوندم، کار کردم، و تا اینکه بعد ازدواج تونستم بیام دانشگاه و درس بخونم. علاقه به درس خوندن ندارم اگه حضرتشو بخواییم، ولی خب میدونم که یه مدرک باید داشته باشم وقتی که اینجا زندگی میکنم و برای آینده و برای شغل بهتر و حقوق بهتر. خب حالا پرسش یا موضوع یا مسئله چیه؟ مسئله اینه که من یه سال رو تمام کردم و ترم پیش ما یه امتحانی داشتیم که خیلی هم نمرش زیاد نیست و این امتحان رو قبول نشدم و امسال باید یک سال صبر کنم تا سال بعد دوباره بتونم این امتحان رو امتحان بدم و با سال بعد بیام بشینم مثلا با کسایی که امسال با من هم کلاس بودن. یه سال از من جلو میفتم، اما یک سال عقب میفتم این وسط. و از اینجایی که من توی شهر دیگه زندگی میکنم و همسرم توی شهر دیگه، باید برگردم خونه و تمام یک سال منتظر بشینم، نمیتونم کار دیگه بکنم. واسه میرم آیا ارزشش رو داره که من صبر کنم و دوباره برگردم دو سال بخونم تموم بشه، یا نه میتونم برگردم شهر خودم یه رشته دیگه، اونجا دانشگاه دیگه داری، سطح دانشگاهش پایین تره، این دانشگاهی که من دارم میخونم سطحش خیلی بهتره، دانشگاه معتبری هست، ولی نمیدونم الان باید چیکار بکنم. خب این که من دور زندگی میکنم، هر هفته تقریبا خونه بودم پیش همسرم 2 روز. حالا اگر شما برید شهر خودتون، دانشگاهی هست چه رشته‌ای میخواید بخونید؟ اون دانشگاهی که هست رشته فقط گرافیک دیزاین که من بهش علاقه دارم میتونم بخونم، وگرنه بقیه رشته‌ای که داره این تقریبا ایندستری هست. خب گرافیک دیزاین چه مدتی دورش؟ اون هم 3 ساله، ولی میدونم که آینده خیلی خوبی نداره، یعنی مطمئن نیستم که شغل دارم حتما 100% و هر ماه حقوقی برام هست و همیشه کار دارم. بنابراین شما دلیل ببینید، شما یه اشاره کردید که قرار نیست مدرک بگیرید، قراره مدرکی بگیرید که بتونید باهاش درآمدی داشته باشید. این نداره دقیقاً. این نداره برای چی میخواد بدون رشته؟ خب مثلا دارم فکر میکنم که با توجه به اینکه 32 سالم هست و ما شاید بخوایم بچه دار بشیم، اگه من یک سال صبر کنم 2 سال دیگه بیام، تقریبا 3 سال از دست میدم. اینطوری مثلا از دست نمیدم، درس میخونم، ولی نه شما اگر همسرتون توان اداره کردن زندگیتون رو با داشتن بچه داره. آره دارم. خیلی خب ایشون گفتی چند سالشونه؟ ایشون 4 سال از من بزرگترن، 37 سال. اگر خب پیشنهاد ایشون چیه که ما بریم بچه دار بشیم و شما برید درس بخونید؟ فعلا ایشون از بچه خوششون نمیاد. با شما چند وقت پیش صحبت کردم، تازه توی این تابستون ما فکر کردیم که آره خب پس قراره شاید بچه دار هم بشیم، و اگه قرار بچه دار بشیم بهتره که قبل از 35 سالگی من این اتفاق بیفته. بنابراین تصمیمتون، بنابراین عزیزم ببینید، ما تو دنیایی هستیم که جهان قاعده و قانون داره دیگه. ما یه دوره دبیرستان مثلا میریم 6 ساله، نمیریم میگیم خب 2 ساله باشه، چرا 6 سال است؟ واقعیت شما الان به من اول با تکلیفتون روشن کنید که بچه میخواید یا نه، و اگر میخواید چه. این ای روشن کنید تکلیف درستون هم مشخص میشه، و آیا بر اساس تصمیمی که میگیرید امکانشو دارید یا نه. بنابراین این پرسش من این است که با توجه به اشارهی که به همسرتون کردید، الان اگر ایشون بهشون بگن
که شما تصمیم بگیر، شما تصمیم بگیر که ما بچه داشته باشیم یا نه و کی. پاسخ ایشون چیه؟ به همسرم گفتم این یک سال پس بیا مثلا بچه دار بشیم، حالا بعدش من دوباره این دو سال رو میتونم هر وقت که بخواهیم، با توجه به اینکه شما میگین دو سال باید بچه پیش مادر باشه، بعد از اون میتونم بیام دوباره ادامه بدم. ولی همسرم میگه که مثلا شاید بعدش مثلا من دیگه نخوام درس بخونم. و همسرم راستشو بگم خیلی دوست نداره فکر کنم بچه داشته باشیم، ولی تا حدودی با صحبت های شما قانع شدن که باید بچه داشته باشه. تا شما تصمیم نگیرید بچه میخواید یا نه کسی میتونه حرف بزن. شما اومدید دم یه گیشه سینما میگید من نمیدونم بریم فیلم ببینیم یا نه، اگه میخواید برید بلیط خود بخواید برید تو اینا، نه میرید دنبال کارتون. شما که نمیتونید تو این دو دلی بمونید، تو دو دلی هستید، خب صبر کنید تا یه دل بشید که بگید بچه میخواد یا نه. من مشکلی ندارم با این که بچه داشته باشیم. من در جای شما نمیگم، در شما دو تا. آره. حالا اگر ایشون بچه نمیخواد، شما چند سال ازدواج کردید؟ ما 8 سال ازدواج کردیم، 2 سال نامزد بودیم و 6 ساله که با هم زندگی میکنم. شما نمیدونستید که ایشون بچه میخواد یا نمیخواد و شما چه وضعیتی دارید؟ چرا اولش، خب اولش که ایشون اومدن خب یه مدت دنبال کار و شرط مالیمون زیاد اوکی نبود. بعدش که ایشون کار پیدا کردن کووید شروع شده بود و ایشون خیلی شرایط بدی داشتن، وسواس شدید، و با حرفای شما و به کمک مشاور تونستن بعد از 2 سوم واکسن وسواسشون رو بذارن کنار، تازه ما بتونیم از خونه بریم بیرون. بعد از اون که من دیگه توی دوران کووید شروع کرده بودم درس میخوندم، چون دیپلم ریاضی داشتم، پیش نیازهای برای این درسی که میخواستم بخونم خیلی متفاوت بود، باید میخوندم. بعد از اون من شروع کردم به درس خوندم تا اینکه تونستم بیام دانشگاه و این 1 سال تموم کنم. حالا اگر شما به همسرتون بگید بیا بچه نداشته باشیم، فکر کنید ایشون خوشحال میشه، ناراحت میشه؟ بنابراین شما چرا میخواید بچه دار باشید با یه همچین سابقه های بیماری و ارثی و گرفتاری ها و بعد هم موانع و مشکلاتی که دارید؟ چرا میخواید بچه دار باشید؟ میترسم پشیمون بشم بعدم. خب حتما میتونه آدم پشیمون بشه. من برای هزار تا من مربوط به هزار تا کار گذاشتم پشیمونم، این واقعیت انسانه. با شک، با تردید، با اطلاعات کم، با ناشناخته بودن آینده، با تاریکی و ابهاماتی که داره، با دگرگونی ها و تغییراتی که پیدا میشه، همه ما 5 تا 10 تا 50 تا بسته به اینکه اشتباه رو چگونه تعریف کنیم و کی هستیم و چی هستیم اشتباه کردیم، پشیمون میشه. خوبش یه روز صبح پا میشید میگید پشیمون، خوب باش، بعدم بعد از 5 دقیقه پا میشید سر کار. ولی من به نظرتون صبر کنم این 1 سالو و دوباره برگردم همین درسم رو ادامه؟ نه نه، شما آخه مسئله بچه رو حل نکنید که اونو نمیتونید حل کنید. شما اگر به این نتیجه رسیدید که خب بچه نمیخوام، بیاد حالا فرض رو اینجوری بگیریم که به اینجا رسیدید که با توجه به این شرایط و وضعیت بچه نمیخواید، خب حالا که بچه نمیخواید فکر بکنید شما و همسرتون برای رشته شما و کجا و کی درس بخونید نظرشون چیه؟ یا نظر هر دوتون با هم چیه؟ اگه بخوام از طرف همسرم صحبت کنم که همیشه به من گفته هر تصمیمی تو بگیری من هستم. نه من کاری ندارم عزیزم. ببینید عزیز، این دروغ بزرگ رو ما باید در جامعه بذاریم کنار. من صدها بار به فرزندم میگم هر کار دوست دارید بکنید، هر چی میخواید بکنید، ولی هر 100 بار خودم نظر دارم، موافق یا مخالف. هی بهم بگن نظر موافق و مخالفم، بگو بلا فاصله خواهم گفت، یا حتی بهشون میگم هر کار دلتون بخواد بکنید، ولی من برای خودم نظرمو دارم، هی میخواید بهتون بگم، نمیخواید نگم. ولی شما که نمیتونید به من بگید که همسرم اینو میگه، همسرتون دروغ میگه، همطور که همه دروغ میگن. ولی سوال من این است که اگر همسرتون عین ماجرای بچه قرار بود با شناختی که از شما و خودش و امکاناتتون و رشته تحصیلی و درآمد و کار و اینا داره و محل دانشگاهتون، ایشون اگر قرار بود تصمیم بگیره چه تصمیم میگرفت؟ ایشون میگن که من میترسم، الان هم دارم برای پیام میدن مینویسن که من میترسم و باید روی خودم کار کنم. میترسم یعنی چی؟
ایشون وسواس دارن به خاطر شرایطی که توی خونه داشتن و من میفهمم. یعنی از چی میترسم؟ نه از چی میترسم؟ از مسئولیت، از این که بخواد مثلا بچه رو خیلی بهش بگه بکنه. عزیز من، موضوع بچه که تموم شد رفت، شما بچه نمیخواید با این حرفایی که میزنید الان که نمیشون، موضوع بچه منتفی است شد. من الان سوالم از شما این بود که الان موضوع بچه رو گوشتیم کنار، نظر همسرتون درباره این که کجا، کی، چی بخونید چیه؟ همسرم هم موافقن، هم خوشحال میشن که من برگردم خونه، خیلی خوشحال میشن که اونجا درس بخونم. هم این که بخوام یک سال صبر کنم، میگن یک سال صبر کن، کار کن، مثلا بعد دوباره برگرد اینجا بخون، میگه هیچی رو از دست ندادی در اصل. بسیار خوب، به نظر من پیشنهاد بدی هم نمی کنم. شما اومدید گفتید یه سال باید برم اونجا بیکار تو خونه بشنم، نه هم بخواد کار بکنین از فردا صبح میبینیم به سر کار چرا بیکار بشین؟ خب وقت پس نمیتونید اون گزارشو بدید من برم یه سال بیکار، به هر کی بگی من میخوام یه سال بیکار بشنم که خب پایده نداره، میشون بیکار نشون. نه بیکار که نمیشینم. خب پس چی میگی؟ بنابراین همسرتونم به من الان شما میگید ایشون ترجیحش اینه که بچه نداشته باشید و شما برگردید تو خونه و زندگیتون با هم زندگی کنید، بعد یه سال بعد تصمیم بگیرید میخواید چی کار کنید، چی بخونید، کجا برید. حرفش هم درسته، برای اینکه این تصمیم که تصمیم نیست که اعلان کنید تا آخر عمر دیگه نگذارن شما درس بخونید یا تا بچه دار بشید. مثلا یه سال دیگه ممکنه بینت بشید میخواییم بچه دار خب بشید. الان تصمیم روشنه، الان موضوع بچه منتفی است و الان شما چیزی که در مقابلتون هست فقط و فقط مسئله درسیست و مرد زندگیتونه و چون زن و شوهری تو زن و شوهری معناش وقتیست که زیر یه سقف هستن، خب برگردید خونه یه سالم برید کار بکنید، تو این یک سالم حرف بزنید، فکر بکنید، مشورت کنید، اطلاعات جمع کنید، شش ماه بعد یه سال بعد تصمیم بگیرید که میخواید چه کنید، حتی در مورد بچه چه رسه به رشته تحصیلی و محل درس خوندن شما. یعنی اینی که مثلا من با خودم همیشه فکر میکنم این یه هفته که گذشته من خیلی حال خرابی داشتم به خاطر این مسئله، اشکال از ما دانش آموزا هم نبود، یعنی فقط من نیافتادم، اینو خیلی تعداد خیلی زیادی فکر. اصلا این بحث ما نیست که چرا افتادید شما. آره ولی آخه عزیزم باز شما میخواید برید درباره یه چیزی صحبت کنید که گذشته، هیچ کارش هم نمیتونید. بنابراین با اون بورد. ببینید عزیز، روزی که میخواید یه معادله ای رو حل کنید که معادله ای که دیشب یا پریشب یا سر کلاس حل کردید، یه میارید اونجا بذارید وارد این معادله کنید، اون دیگه هیچ کس نمیتونه حلش کنه. شما به هر حال این وضعیتی است که الان دارید، یعنی الان درست است که شما تو جیبتون 27 یورو پوله، دیشب 300 یورو داشتید، حالا 27 داشت مونده. این واقعیت، الان میخواید یه چیزی بخرید 28 یورو این نداره، دیشب داشتم. میشه مطرح کرد دیشب پول داشتم، بحث ما اون نیست. الانم با توجه به اطلاعاتی که شما من میدید، اگه دلتون خواست میتونید با همسرتون بیاد روی خطن که بگم مثلا پیشنهاد میکنم، برای که این موضوعی که اصلا تکلیفش روشنه، آدما در این زمینه حق دارن انتخاب کنن. الان شما میگید همسرتون به شما تکس میدن میگن میترسم، یا آدمی است که میگه من از بچه حالا به مسئولیتشه، تغییر زندگیمونه، راه و روشمونه، همه چی هر چی هست، اونگونه که ایشون میگن میگه میترسم، به هر دلیل که خب معلومه کسی که میترسه از داشتن بچه که نباید بچه بیاره، این که دیگه اجباری در کار نیست، این که بایدی نداره، این که دیگران تصمیم بگیرن مقرر بفرماین نداریم که عزیز. ایشون از داشتن بچه ناراحته، احساس خوبی نمیکنه، فکر نمیکنه انتخاب درستیه، تصمیم درستیه به هر دلیل برای خودش. شما هم که اونقدر پاپه این مسئله به اون صورت نمیشید و این رو شرط ادامه زندگیتون و یا جدایی و طلاق اگر ایشون نخواد قرار نمیذارید. خیلی خوب تموم شد پس، ما موضوع بچه رو گذاشتیم کنار، میرسه سراغ داستان این که شما چه رشته‌ای بخونید، کجا بخونید، کی بخونید. بسیار خوب، الان میتونید با توجه به این همه دودلی و تردید و ابهامی که دارید اون رو کنار بگذارید. یعنی شما خیلی راحت و آسوده حرفتون این هست که ما میذاریمش کنار، کاری هم بهش نداریم تا ببینیم که یک 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه. باز گفتم ما هم حرف میزنید، مشورت میکنید، اطلاعات میگیرید،
ضرب و جمع میکنید، بازار همین رشته که الان میخونید رو چک میکنید که اگر شما فارغ التحصیل بشید از یه دانشگاه خوب یا متوسط چه درآمدی دارید، اگر برید توی کار دیگه رشته دیگر رو بخونید اون بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید چه حقوق و درآمدی دارید، مدت هر کدوم از اینا چقدره، درس خوندن یکی روزی 2 ساعته، یکی روزی 8 ساعته، خب اینا با توجه به توانایی شما زندگی شما کدامش حاضر هستید به یک اعتبار این هزینه ها رو بپردازید، یعنی همه اینا پرسش هاییست که شما دارید عزیز و اینا از طریق گفتگوی صمیمانه صادقانه که در آغاز هرچی اطلاعات هست هرچی میدونید رو میریزید، هرچی نمیدونید میرید چک میکنید تحقیق میکنید، این دوره 2 ساله یا 4 ساله شهریه داره نداره، دولت کمک میکنه نمیکنه، وقتی بیرون آمدم خودشون برای شما جا دارن معرفیتون میکنن، چون برخی از این مؤسسات اصلا تضمین میکنن تو امریکا که ما بعد از فارغ التحصیل شما شما رو با یه همچین درآمدی بین مثلا $100 تا $110 میتونیم به احتمال بیش از 95% میتونیم ترتیب استخدامتون رو بدیم. خب اینا همه یک کسانی که تو این کار هستن و دانشگاه ها یا دانشکده های از این قبیل دارن میتونن به شما بگن. خب این اطلاعات هم جمع میکنید، بعد حالا با اطلاعات، با علم، با آگاهی، با مشورت، با صبر کردن، با صمیمانه صادقانه با هم دیگه گفتگو کردن به یک نتیجه میرسید و اون وقت بر مبنای اون نتیجه عمل میکنید. این که بعد از این که علم رو به کار گرفتید، اطلاعات رو به کار گرفتید، مشورت کردید، راجبش فکر کردید، با هم صحبت کردید، زمان رو خریدید، در زمانهای مختلف حرف زدید، صحبت کردید، نتیجه گیری کردید، آخرش پشیمون شدید، شدید که شدید دیگه. من فقط کاری که میتونم بکنم این است که از علم، یعنی ساینس یا ساینتیست یا عالم، از یک سیستم خبری انفورمیشن، اطلاعاتی که باید بگیرم به دست بیارم، مشورت بکنم، فکر بکنم، گفتگو بکنم، یا در این مورد چون توافق دوتاتون نگاه و نظر هر دو تا مثلا اینقدر با هم حرف بزنیم که به هم نزدیک بشیم، در یک کلیاتی با هم موافقت کنیم، بعد انجامش میدیم. احتمال اینکه درست در بیاد خیلی خیلی بیشتره و بعدم برفرض که خرابم شد، شد که شد، ولی اون زمانی اشتباهی که علم رو به کار نگیریم، اطلاعات رو به کار نگیریم، مشورت نکنیم، یه کاری بکنیم، خب احتمالی که خراب بشه اون موقع است که خیلی خیلی بیشتر خواهد بود و هیچ کسی این کارو نمیکنه. برام این قواعد مربوط به تصمیم گیری رو میدونیم. شما این عجله هم ندارید، کسی هم به شما نمیگه تا یه هفته دیگه باید تصمیم بگیرید و نظرتون رو به قول معروف اعلان و ابلاغ کنید، همچی حرفی به شما نمیزنن، نتیجتاً چون همچی فشاری هم به شما نمیارن دلیل نداره خودتون ناراحت کنید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش می‌کنم، فقط من می‌خواستم بهتون بگم که به این رشته که من دارم می‌خونم، خب اینجا تضمین شده است، من تا بهتون کار کردم همین رشته رو و همونجا میگم یا هنوز فارغ التحصیل نشدی با اینکه میتونی قرارداد با ما داشته باشی که ما بدونی تو میای اینجا کار می‌کنی، انقدر مثلا خیلی کم بود دارن این رشته رو. و رشته های دیگه ای که در همین سطح هستن هم همینطور 3 سال باید بخونم و مطمئن هستم که با توجه به تحقیقاتی که کردم بازار کارش الان خیلی راحت میتونم، خیلی راحت هر جایی که بخوام کار بکنم و حقوقش هم تقریبا در همین سطح تمام رشته های پیرپزشکی نیاز خیلی شدید دارن. خیلی خوب ازم، این 98% صبر کن، 98% دلیل است برای تصمیم شما که این کارو بکنی، فقط مسئله این است که کنار همسرتون یا اینجا اونی که سواله و الا این توضیحاتی که شما میدید به شما میگه یه کاری است، یه رشته است که میخونید تقریبا در حدی که در بازار کار میشه راجبش صحبت کرد تضمین شده است، اصلا که جایی برای درنگ وجود نداره، اون معلومه باید این رشته رو بخونید. برای چی برید تو رشته دیگه؟ 3 سال دیگه برای بچه دار شدن اگر که تصمیم. خب ببینید، باز با قصه بچه دار شدن رو ما فعلا گذاشتیم کنار، مسئله درس اومد جلو، سنتون هم هنوز هست، بعدم همسرتون بچه نمیخواد عزیز، من نمیدونم چرا شما هی باز بر میگردید، شما که نمیتونید سوار هواپیما بشید بگید من از نمیدونم از آلمان میخوام برم انگلستان، وسط را بگید نه میخواستم برم فرانسه، لطفا نگه دارید من پیاده بشم یا بپرم تو هواپیمای فرانسه. عزیزم نداریم همچی دنیایی، ما تو دنیایی هستیم که صبر کن، نه متوجه نیستید، ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی هزینه داره، من هر وقت میرم یه چیزی بخرم میگن پولتو بده، من اصلا نمیخوام پولمو بدم، من اون کالا رو میخوام،
ولی میگن نه همچین دنیایی نداریم، با پولتو بدی کارا رو بدیم، شما برام با تصمیم بگیرید بچه میخواد یا نه، با حرفایی که شما دارید به من میزنید و من میشنوم و همسرتون تکست میکنن بچه نمیخواد. گفتگوهای من با ایشون هم دلیل نداره نظرشون عوض کنی، ایشون نسبت به این موضوع با توجه به اشکالاتی که گفتید یه دارن نمیخوان بچه تموم شد و تازه شدم سرایتون نباشه با این همه استراب و استرس و وسواسی که ایشون دارن بچه دار بشید، برای که اون زمینه ارثی سنگین و شدید داره که به بچه میده. خب پس بنابراین الان موضوع بچه به نظر من با فعلا موضوعش منتفیست، پس برید دنبال درستون. این که اصلا بعد از 3 ماه که رفتی درس خوندی تصمیم گرفتی نه میخوام بل کنم برم بچه دار بشم، میشونم اینو گفتن بسیار خوب. این که نه میرید جلو بعدن بچه دار میشید هنوز فرصتشو دارید. این که نه میرید و اصلا به همین تصمیم میمونه که نمیخوایم بچه دار بشید سر جاشی عزیز، و برای چی از حالا دارید فکر چیزی و کاری رو میکنید که ابدا موضوع و مسئله شما نیست؟ برحال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت. جواب خانواده ها رو چی بدیم؟ بهشون بگید خفه شن. آخه عزیزم من نمیدونم شما پاشید اومدید اروپا پس چرا هنوز اینقدر وابسته اید؟ اصلا چه اهمیت داره به اونا بگید داریم به دنبالش هستیم انشالله، و اونا هم که مقصد باور دارن ببینیم خدا چی میخواد، ببینیم تقدیر ما چی. باز این پرت و پلا بگید که دروغه، خودتونم خلاص کنید، بگید ببینیم خدا برای ما چه تقدیری قضایی قدری سرنوشتی مشخص کرده و منتظر او هستیم، دعا میکنیم انشالله الخیر و فی ما وقع، خیر در اون چیزیست که اتفاق میفته و ما هم منتظریم شما هم دعا کنید که انشالله آنچه که خیر و صلاح ما هست اتفاق میفته. اونا ساکت میشن. من نمیدونم اومدید اروپا چرا هنوز تو لجن وابستگی و مهرطلبی خانواده هست. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.